اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. مجدی نوشته بود در واژگان حضرت رهبر بیش از حضور زندگی و عشق از دشمنی و نفرت نشانه است. انگار حضرتش در منجلاب زشتی مدفون شده است. او معنی طبیعت و زیبایی را با ذهن خیش نمی فهمد. او جان و دلی سرشار از سیاهی نفرت دارد و از چشمهای بیرمقش گنداب مرگ میبارد. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 18 روز ماه فوریه، چه سرعتی، و 29 ماه بهمن. 7 روز اینا مسلط شدن و کشتارها رو آغاز کرد. عجب روزگار تلخی. امروز مهمونم علی‌القاعده منتظرم بودید حمید خان آصفیه. ضمن درود بهش سریع آغاز میکنیم. حمید خان گزارشی از وطن بدید، چه خبره؟ درود بر شما و بینندگان محترم. ظرف تقریبا شاید یک هفته گذشته که شما بحث کرونا رو از من پرسیدی، متاسفانه با مخفی‌کاری هایی که وزارت بهداشت و سایر دستاندار کاران کردن، این سویه جدید شدت شروع پیدا کرده و میشه گفت در هیچ نقطه کشور دیگه مرز آبی وجود نداره، نقطه آبی یا رنگ آبی وجود نداره. 260 خورده از شهر در شهرها در خط قرمزن، یا در خط زردن، یا در خط نارنجی هن. و بیمارستان ها مجدداً مملو شده از بیماران و حدود شاید 80% این بیماری جدید سوی جدید درگیر میکنه، بیشتر سنین 50 و میرسه به کودکان هم حتی و نوجوانان، و حدود 10-15% همون سویه دلتا هست که وجود داره و مجدداً ما رو وارد یه پیکی کردن که خصوصا در ایام الان که باید دورکاری بشه، مدارس تعطیل بشه، دانشگاه‌ها تعطیل بشه، ادارات دورکاری بکنن، انجام ندادن و تازه این اداره اوقاف هم برای ثبت نام زیارت در سوریه و در عراق میخوان در حال پولی جمع بکنن و بفرستن و مسافرت‌های نوروزی که هیچ گونه برنامه‌ای دولت براش نداره. و رقم آخرین رقمی هم که اعلام کردن نزدیک 168 نفر، یعنی سه رقمی مجددن ما شدیم متاسفانه فوتی های ما. و الان هم تا این لحظه اینا هنوز 7 میلیون نفر تو کشور به درحال متعدد واکسن زده نشد. آقای آصفی عزیزم ببین، این بلاییست که تمام دنیا هست. همینجا هم که بنده نشستم یه دفعه اپیدمی دوباره سر زد بالا، اما همیشه اینا آمادگی مقابله دارن، به خصوص بعد از اون موج اول اینا کاملا خودشون آماده کردن. یعنی شما الان میدونی که 50 میلیون دوز، 50 میلیون واکسن توی یخچالا هست، یعنی میدونی که بخشایی از بیمارستانا مریض دیگری رو نمیپذیرن، آمادن.
مشکل در جمهوری اسلامی نه، یادم شما دو سه ماه قبل بود گفت آقا من با اینا کاری ندارم، ولی یک کمی این فضا داره بهتر میشه از نظر بیماری و خوشحال بودی و خیلی خوشحال بودی که واکسن داره توزیع میشه، مردم دارن واکسن میزنن. دوباره اینا دوچار چی شدن که میخورن به؟ آیا این دلیل بر عدم کارایی و اینکه یه دیپلمه یه تصدیق شیش رئیس جمهور و یه لابد دیپلم هم نشسته مسئول بهداشت، اینا چیه مشکلشون؟ برای اینکه این دکترهاشون که همه قلابی، همه اینا رو میدونیم، دکتر قالیباف، دکتر رضایی، حالا دکتر رضایی بدبخت که دانشگاه هم رفته، ولی متا استادا رو میوردن سر کلاس سر دفترش ازش امتحان بگیرن. به هر روی عزیزم چی شد باز دوباره این مصیبت گیر اومد؟ خب توزیع واکسن های کم کیفیت و نیاوردن واکسن های با کیفیت یه دلیل میتونه باشه. یه دلیلش اینه که در رابطه با قرنطینه نمیتونن، به خاطر اینکه باید یه هزینه هایی رو از بودجه کشور هزینه بکنن برای قرنطینه، آنانی که مشاغلی که ضرر میکنن مشکل ایجاد پیدا کنن چون نمیتوانن. در نتیجه خب الان تمام پروتکل هایی که حتی وزارت راه و به اصطلاح وزارت راه گذاشته به تردد مسافران اصلا، یا خود ستاد مواظب با کرونا دستور عمل هایی که میده عملا اجرایی نمیشه و اینها لازمش اینه که خب به سمت واقعا اون واکسن های با کیفیت برن و اون 7 میلیون نفری که هنوز واکسن نزدن، که آنانی که تحت تاثیر این شایعات طب اسلامی بودن که باور غلط دارن که اینکه واکسن نباید زد و این مشکل میشه، مشکل ساز میشه. به هر حال دوز سومیار هم هنوز به طور کامل سنی سرعت پیدا نکرده و مجموع این مسائل باعث شد که مجددا این ما وارد ششم بشیم و اوج میگیره. من اعتقاد دارم که تا فروردین ما و تا اسفند ما و بعد تا خود فروردین ما هم احتمالا دیگه اوج این پیکه. بنابراین توصیه برادرانه من به مردم اینه که تا اونجایی که میتونن خودشون مراعات کنن، این نظام این حکومت در فکر ماها نیست، تا اونجایی که میتونن به هر حال پروتکل ها رو خودشون رعایت بکنن و سعی کنن که از این بیماری یه جوری فاصله بگیرن. آصفی عزیزم، سوال دیگری که ازت داشتم که خب اینجا دل مشغولن بیرون بهش فکر میکنن، اینا بالاخره با این برجام چی کار میخوان بکنن؟ آخه الان شما بیدید 6 ماه اینا دور خودشون میگردن، قضیه هم خیلی روشن و دو تا چارتاست. جمهوری اسلامی باید دست از بعضی از برنامه ها برداره، در مقابل اون مجازات ها سانکشن ها برداشته میشه، پولای ایران آزاد میشه. ولی هر روز ما شاهده آقای شمخانی ناامیده، آقای امیر عبداللهیان امیدواره، آقای خامنه ای رو حواست. یعنی واقعا آدم نمیدونه اینا در کجا در داخل چه جور برخورد میشه، اصحاب اندیشه، متفکران، مفسران، مردم چه جوری با این قضیه برخورد میکنه. خب ببینید، دیروز که سخنرانی آقای خامنه ای بود پنجشنبه، یکی از مشکلات ما این سخنرانی هاست آقای نزدیک 1370 خورده ای تا حالا ایشون سخنرانی کردن و این سخنرانی ها یعنی شاید میشه گفت تنها رهبریه در روی زمین که این همه سخنرانی ظرف 30 سال تونسته بکنه و مجددن هم در رابطه با قضیه برجام همین بود. یعنی یک وضعیتی که میتوانست در دولت آقای روحانی تمام بکنه صرفا به دلیل اینکه دولت مد نظرش نبود، مورد علاقش نبود، خودی تلقی نمیشد، 6 ماه گذاشتن تا مجددا اومدن سر همون نقطه صفر و به مراتب شاید یک شرایط بدتری رو مجبور بشن. درسته کامل. یکی دارن عقب نشینی میکنن، اول میگفتن برن کنگره تصویب بکنه تضمین بده دولت بعدی امریکا زیرش نظر، الان میگن فقط کنگره یه بیانیه بده. آخه این تو حوزه دیپلماتیک چقدر واقعا ابلهانه است که رئیس پارلمان ها بیانیه‌ای بدن بگن ما از برجام حمایت میکنیم، که چه بشود که فقط نیروهای ولایی در اینجا، نیروهای
تندرو در اینجا و به قول خودشون انقلابیان زب در ولایت توجیه بشن، بگن آها ببینید ما به هر حال اگر اینو امضا کردیم اینا هم پذیرفتن که دیگه از برجام مثلا این برجام رو تایید کردن. از این نظر آقای دکتر، حالا چه فعالین سیاسی، چه روزنامه نگاران، چه الیت جامعه، هر مقدار از آلام و رنج و درد و تورم و گرانی و قحطی و کمبود و اینا کاهش پیدا بکنه، حتی ما میدونیم این برجام استخوان زخمیه و به زودی باز چند ماه بعد دوباره از جای دیگه بحران شروع میشه، ولی باز برای یه مدت هم که شده ما نمیتونیم بگیم که کار غلطی جمهوری اسلامی داره میکنه. ما اعتقاد داریم که اتفاقا جامعه مدنی اعتقاد داره که باید به طور اساسی مسائلش رو باید بکنه. بله. اصلا به طور اساسی از زیر رژیم تحریمی بیرون بیاد و کشور از این وضعیت خلاص بشه. منتها آقایون این کار رو نخواهن کرد به دلیل اینکه به هر حال میدانن که اگر وارد نرمهای روابط بین الملل بشن در داخل هم باید همین کار رو بکنن و دیگه جمهوری اسلامی این جمهوری نیست که محور مقاومت میشه. آیا آصفی، دیشب من در برنامه تلویزیون القدال عربی بودم در قاهره، یک آقای رم از ایران آورده بودن، یکی از این معاودا، بچه معاودا، و یه خانومی هم که قبلا سخنگوی دولت آمریکا بود از امریکا آمد. خدا شاهده این آقا در سر تا سر حرفاش همش میگفت بله جهان توطئه کرده، مطبوعات غربی علیه ما توطئه میکنن، وضع ما خیلی خوبه، کی میگه وضع اقتصاد ایران بده، ما موفق شدیم دشمن رو به زانو دراریم، آمریکا الان التماس میکنه. من بختم بود که اینا با چه جرأت و رویی بیان اینا رو میگن. حالا خوشبختانه من اونجا بودم، چی شستمش و گذاشتمش کنار، آمار و ارقام دادم که اگر آمریکا با ما دشمن شد، روز اول که آقای سولیوان آغوش باز کرد برای آقای یزدی و برای الباقی، دولت آمریکا اولین دولتی بود که به رسمیت شناخت جمهوری ولایت فقیه، و کی داره این حرفا رو میزنه؟ خیلی ارتش رو از مسئولیتش باز داشتن، چی دیگه میخواستین؟ شما بودین که رفتین دیپلمات ها رو گروگان گرفتین، 70 تا دیپلمات آمریکایی تو بیروت کشتین، 170 تا تفنگدار دریایی رو کشتین، صدها آمریکایی رو گروگان گرفت. با به خدا آمریکایی ها آدمای خوبی هن، اگر که کشور دیگه جایی اینا بود ما رو ویران کرده بود، خیلی آدمای خوبی هن. حالا این همه دلشون میخواد به یه نتیجه برسید، چون آلترنتیوش، بدیلش در واقع جنگ، ویرانی، تعدیل دلیلی، چون اسرائیل هم ساکت نخواهد نشد اگه بدون ایران داره دنبال برنامه اتمی میره میزندش. این دعواها رو میخوام بگم برای چیه، این بین خودشون این بازی زرگریه یا واقعا یه عده موافق و یه عده مخالفن؟ خب یه عده واقعا مخالفن به دلیل اینکه جنبه ایدئولوژیک داره، میگه که این ضربه میزنه به اون هویت ایدئولوژیک و به محور مقاومتی که ملغرای اسلام که ایران باشه میزنه. یه عده بر این باور هستن که شاید گرد آقای جلیلی جمع شده باشن. یه جناحی دیگه که خیلی شاید باز تو همون کمپ راست هست، که خیلی شعارهای تند تیز ضد امریکایی و ضد استکبایی هم میده، اینا کاسبان تحریم هم. اینها از قبل بر تحریم و تخصصشون هم دور زدن تحریم ها هست، خب اینها هم مخالفن. و یک جناح که شاید دیگه اینجا محور خود رهبری نظامه، متاسفانه همیشه وسط هستن، یعنی هیچ وقت یک مسئولیتی رو که باید در رابطه با یک پرونده ملی باشه به طور کامل نمیپذیره. نهایتا میگه من به اون دولت گفتم برید مذاکره کنید و توصیه هایی رو کردم، اما این توصیه ها رو گوش نکردن. الان هم همین توصیه ها برای همین تیم هست. حالا تیمی که دیگه همه شون از بچه های سپاه قدس و بچه های زب در ولایت هم، که اگر احیانا دوباره مشکلی پیدا شد، احیانا اگر در اثر این بلاهت های سیاست خارجیشون به یک موزری، به یک تحریمی برخورد، تمام کاسه کوزه رو سر این تیم بشکنن و بگن ما گفتیم، و به اون جناح تندرویی که مخالف اینه
خب اون بهش نزدیک میشه دیگه. به هر حال به یک شکلی اونا میگن ببین آقا همین بود دیگه، آقا با توصیه، با تذکر، با هشدار، ولی آقایون رعایت نکردن. به دلیل اینکه باید اون پایگار هم حفظ بکنه، به هر حال چاره‌ای هم نداره جز اینکه وسط بازی بکنه، یعنی بیست وسط و به یک نوعی چتر رو همه باشه. این مشکلیه که ما داریم. بعدا خود در دوره آقای خمینی سری قاطع میگه جنگ ادامه پیدا بکنه، سری قاطع میگه جنگ من جام زهر میخورم، سری قاطع میگه مثلا اعدام بکنید. حالا من نمیگم اون کاراش اصلا مشکلات اساسی ما با دوره آقای خمینی همین کارهاش بود، ولی اینقدر حداقل قاطعیت داشت که یک موضوع رو تمام بکنه و تمام بکنه بگه آقا این مسئله دیگه تمام شد رفت. که در جواب نامه آقای محسن رضایی میگه آقا این شعاری بیش نیست، این چیزی که شما میخواید برای ادامه جنگ 5000 تا فانتوم نمیدونم 3000 تا تانک بمب اتم فلان میخوایم، اینا شعاری بیش نیست، باید برید تمام بکنید مسئله. اینجا متاسفانه این کارو نمیتونه آقای خامنه ای، اون کاریزما و اون سیطره و اون احاطه‌ای که باید روی مجموعه نیروهای جناحی و استراپودهای سیاسی داشته باشه نداره. در نتیجه به گونه بازی میکنه که به گونه موضوع میگیره که همیشه راه توجی و راه فرار و راه تبرئه براش باشه، که حواریون بگن آقا دیدی آقا مرتب داره سخنان گوهربار، رهنمودهای گوهربار میده، ولی خب دوران مردان عمل نکرد، یعنی به یک نوعی او عربش ضربی. و این یکی از مشکلات عدیده ما تو ایران که واقعا آقای دکتر نمیدونیم چیکار باید کنیم، چجوری دیگه تفسیر بکنیم، چجوری دیگه با تحلیل بکنیم. یکی از مشکلات عدیده ما با این موازیه که مقام رهبری داره. درست میدونی بعضی جمهوری خواها توی مجلس نمایندگان آمریکا نامه دادن به جو بایدن، گفتن آقا در صورتی که توافق هسته‌ای بدون تایید کنگره باشه به سرنوشت برجام دوچار خواهد شد. خیلی روشن دولت بعدی جمهوری خواهان خواهد بود و اگر این یه قرارداد محکم نباشه خب میاد کنسلش میکنن، کاری نداره. به خصوص این که جامعه آمریکا، کنگره آمریکا، رسانه‌های آمریکا با این موافق نیستن. همین دیروز دو تا روزنامه بزرگ آمریکایی مقالاتی داشتن از فساد گسترده در ایران و اینکه ما چرا باید پولا رو آزاد بکنیم که بره تو جیب این حاج آقاهای سپاه و دفتر رهبری. نکته دیگری که به نظرم لازم ما راجع به صحبت بکنیم مسئله نوار آقای جعفریه و این دفاعی که آقای خامنه ای امروز از ایشون از چیز کرد، از قاسم سلیمانی. و جملهش هم جالب بود که بله گفتی که فساد در سپاه دشمن برنامه ریخت، عامل لجنپراکنی علیه ارکان انقلاب، آقا هم از سپاه دفاع فرمودند و گفتن بله، در حالی که شما خیلی راحت میبینید حرفایی که آقای جعفری زده عین واقعیته، تازه همه واقعیت نیست ولی عین جزی از واقعیت هست. به نظرم آقای خامنه‌ای خبر از انتشار این نوار نداشته، شوکه شده و خب اون امامزاده قاسمی هم که درست کردن یه دفعه به قول مش قاسم دود شد و رفت هوا. نظر شما چیه در باره این مسئله؟ سال 97 این نوار صوتی در یک کانال تلگرامی با واسطه این اصولگراهان متحد منتشر میشه ولی پژواک پیدا نمیکنه. تا اینکه الان همون با همون کیفیت، من اینو گوش داده بودم، با همون کیفیت در رادیو فردا یه رسانه پر مخاطب حالا مثلا منتشر میشه و در شبکه‌های اجتماعی هم دیگه زیاد میان پشت سر این قضیه. خب این میشه تقریبا به یک بحران مشروعیت و بحران ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی که نماد مقاومتی که از سردار سلیمانی میسازن خب یک نوعی دوچار خدشه میشه. ما به جای اینکه اینها یه انگار انبار مردم، انگار سرمایه این کشور علف بهاریه، آقا بلند میشه در خارج از تایم اداریش، در خارج از محل کارش آقای قالیبا بلند میشه میگه یه تفاهمنامه بنویسی، من یه نامه بهت بدم برو هیچ 8000 میلیارد مثلا جابجا بکنی. خب دیگه یعنی شما ببینید اگر واقعا کشور یک قانون قوه قضاییه مستقری می داشتن الان آقای قالیباف پشت زندان می بود، پشت زندان می بود. اینه که
این مسئله خب تو جامعه باور کن اینقدر از این خبرها و اینقدر از این مسائل بیرون اومده و پرونده ها دیده شده، ولی خب این یه مدار تکان دهنده بود و ضربه حیثیتی بود برای کلیت نظام. به اضافه این که شما عنایت داشته باشید که آقای عزیز جعفری 13 سال فرمانده سپاه بود و آقای خامنه ای نمی‌تونه مهره جدیدی پیدا نکرده بود چون 10 سال است عهدش برای فرمانده های سپاه و برای قوه قضاییه. ولی بعد زمانی که حالا این اختلافات داخلی اوج میگیره، میبینید به شکل خفتباری ایشون رو از فرماندهی عزل میکنه، میگه برو توی قرارگاه فرهنگی که تا حالا اصلا حجاب وجود خارجی نداشته. انتشار این فایل، انتشار این فایل و اینکه در خود رد سعید محمد در شورای نگهبان نیروی آقای عزیز جعفری بود، انتشار این فایل به نظر میاد که یک ضربه اساسی به جناح اونوری که آقای حالا طاهر پستو و یه دیگه عقبشون هستن و یک بحث سردار سلیمانی هم پیش که میاد. خب این یک مسئله بود که فقط رهبر میتونست موضوع رو حل بکنه و یا توجیه بکنه برای هواداران خودش که بگن بله دشمنان دارن به نمادهای ما حمله میکنن، به سپاه دارن حمله میکنن، در این شرایط تحریم و پر تهدید میخوان سپاه رو تضعیف بکنن. خب برادر من خب هست دیگه، یعنی اینها اگه این فایل رو من بیرون میدادم اصلا زنده بودن تا الان. و این فایل بیرون اومده، این صوت خودش است، خبرگزاری فارس نیوز هم اینو مال سپاه تایید کرده، به جای تایید کرده هیئت بذارید بازرسی بکنید و بگیرید دستن در کارا رو، خب به گونه ای دیگه میان مطرح میشه. درسته. این به نظر من آقای آصفی عزیز همونطور که اشاره کردی این نوار رو ما قبلا شنیده بود، حداقل یه بخشای شما شنیده بود، ولی این بار وقتی میاد بیرون، اولا این مجموعه عدالت علی اینا بدون تردید در خود سپاه هستن و ما نمیتونیم بگیم همه سپاه فاسدن، نه نیستن. خود این آقای جعفری از نظر مالی خودش حالا مثل که پسرش میگن آلودگی هایی داشته، ولی خودش مستقیما مثل قالیباف آلودگی نداشت و الان هم که میاد بیرون و با توجه به تاریخش معلوم میشه آقای جعفری احتمالا همون موقع هم که عزلش کرد آقای خامنه ای و یک بی ارزه کلاس 4 ابتدایی رو جاش آورده، نشون میده که این قر میزده و انتقاد میکرده تو این برابر. و من یادم همون وقتا هم یه مطالب به ما میرسید که آقای جعفری در ملاقات با فرماندهان اینو گفته که آقا ما نباید فاسدا رو بهشون میدون بدیم. و اختلاف ایشون با قالیباف اختلاف شدیدی بود و همطور با محسن رضایی اختلاف بسیار شدیدی بود. اینه که به نظر من اسباب تأسفه که دزدان قدر میبینند و بر صد مینشینند. جای مؤتمر ملک پیرنیا و صدر اشراف و آقای سردار فاخر حکمت، محمد باقر قالیباف باید در ریاست مجلس بنشینه. اجازه بده درنگ کوتاهی بکنیم و بریم دوره کریمیان رو گوش بدیم. دوره کریمیان خیلی آدم جالبی، اولا هم خود هم همسرش آدم های برجسته هستند در عرصه سیاست و هنر و دفاع از حقوق مادران صلح که ایشون از فعالانش بود. درود میفرستم بهش و به صدای نازنینش که ترانه ای از قمر الملوک رو بازخوانی میکنه گوش بدید. درود دوباره خدمت شما و خدمت زهره کریمی. خب آقای حمید خان عزیز، مرکز اسناد حقوق بشر ایران اعلام کرده که به خاطر جرائم نظام در سوریه قصد داره فایلی علیه رژیم در دادگاه لاهه مطرح کنه. قبلا بشار اسد در اونجا فایلش مطرح شد، محکوم شد به عنوان جانی علیه بشریت. پا به پای رژیم سوریه، رژیم جمهوری اسلامی هم در سوریه جنایت کرده و همینطور حزب الله. شما این دادگاه های طرح شده که بعضا مردمیه مثل ترایبیونال لندن یا
بعضی از اینا مردمی است، ولی لاهه قصه دیگری است و ایران یه محکومیت بزرگ در اونجا در رابطه با کمپانی کرسنت داره که 18 میلیارد دلار به این کمپانی باید بده، به خاطر اینکه آقای کردان مأمور بودن 80 میلیون دلار رشوه بگیرن و آقای حمید جعفر مدیر کمپانی نداد و قراردادی که به نفع ما بود و ابوظبی 25 سال مدیون ما میشد این قرارداد کنسل. حالا شما فکر میکنید این نشانه ها چیه که همینطوری حالا هم به لاهه بره قضیه و رژیم دیگه نمیتونه بابت بلند پروازی ها و ماجراجویی هاش همینجوری بزنه و دره. داستان به گونه دیگریست و همین الان در مذاکرات برجام هم این آقای جو بایدن آدم ضعیفیست و الا به طور کلی الان میدونیم خیلی از کشورهای شرکت کنم مثل فرانسه، آلمان، اینا میخواستن همونطور که شما گفتید در یه پکیج کلی با اینا بشینن راجب دخالتاشون در منطقه حقوق بشر، راجب همه اینا صحبت کنن. به هر حال شما باستا به این نوع محاکمات و این نوع در دادگاه جهانی مطرح شدن و در داخل چه میدونید؟ آیا باعث خواهد شد که این آقایون رفتارشون رو یه خود تغییر بدن یا تعدیل کنن؟ خب این دادگاه در سطح تاریخ معاصر که نگاه میکنیم، در جنگ ویتنام، در جاهایی که این دادگاه های نمادین برگزار شده، بعد بعضاً بعد تبدیل پایه و بیسی شده برای دادگاه واقعی. خب این دادگاه آوانی که تشکیل شد دوبار، این پایه بیسی خواهد شد. دادگاه حمید نوری که اساساً یک بحث عینی خواهد شد که میتونه نظام جمهوری اسلامی رو برای نسل کشی بیاره زیر سیطره قانون بین الملل. مشکلی که جمهوری اسلامی من بعد خواهد داشت این بود که این خواهد بود که در زمانی که باید به موقع از کارت‌های خودش در سوریه و یمن و لبنان و عراق و جاهای مختلف استفاده بکنه نکرد، الان دیگه باید منتظر تبعات حقوقی سیاسیش و تنبیهیش باشه. هر اتفاقی فردا در لبنان بیفته، حالا برجام هم ببندن، یقشونه میگیرن میگن حزب الله زده بند، شما موظفید که این کارو بکنید ولا تحریم میکنه. در عراق همینجور جلو هشت شعبی رو نگیره پای جمهوری اسلامی پس میشه. یعنی الان دیگه این تبعات منفیشی که داره میاد سمت جمهوری اسلامی که به تبعش سمت مردم، اما وجود این دادگاه ها از منظر جامعه مدنی رو، من این حسی که به هر حال یا اون فهمی که دارم میبینم، اولا از این دادگاه ها استقبال کردن، خصوصا همین دوری و دادگاه های آبان. این نوع دادگاه هم به نظر من یک هشدار باشی باید باشه هم به جامعه مدنی که ما فکر نکنیم اگر جمهوری اسلامی هم رفت، اگر جمهوری اسلامی هم توانستید عبور بکنید، تبعاتش باز دامن اون رژیم دموکراتیک رو خواهد گرفت. شما ببینید بعد از سرنگونی صدام حسین تا همین 2-3 سال پیش تازه آخرین تصویه های خسارت کویت دادن، یعنی گریبان گیر چندین نه میشیم ما تو ایران. بنابراین این یک هشدار باشی اول داره جامعه مدنی برای جامعه ایران و یک هشدار باشی هم به خود حکومت که من بعد به این راحتی نیست شما برید یک کشور رو 11 میلیون از مردمش رو آواره بکنید، 4 میلیون خارج از کشور باقی رو در داخل کشور، کلی آثار مادی، آثار به هر حال تاسیسات و زیربنای این کشور نابود بشه، کلی اموال به غارت بره، کلی از اموال تاریخیش به غارت بره و اونجا کلی شما نیرو بفرستید. اینجوری نیست که فردا گریبان شما رو میگیرن، گریبانتون رو میگیرن که باید خسارت بدید. جمهوری اسلامی هم اگر روزی توی یک موج به هر حال ابر اعتراض ملی کنار رفت، اون جامعه، اون دولت منبعث از اون اراده هم باز پاشیده. پس بنابراین ما باید هوشیار باشیم، هوشیار باشیم که هر اقدامی جمهوری اسلامی میکنه تبعاتش صرفا به خودش نمیرسه، بلکه به ما، به مردم و برای نسل‌های بعد. نکته بعدی که میخوام خدمتت بگم، دو روز قبل تلویزیون الحدث اسنادی رو منتشر کرد که بدن آدم میلرزید. میلیون ها دلار پول مملکت به اسم پرستیوی و العالم و این تلویزیون ها اینا
از طریق صرافای عرب، چون خودشون اونجا میگه آقای جبلدی که صرافای ایرانی تا اسم پرستیوی اومد عقب کشیدن، حاضر نشدن، چون براشون دردسر داره تو خارج. تو حالا یا آقای از سام سعود هست که براشون کار کرده و گفته من از 5% سهمیه کمتر نمیگیرم، 5% باید به این بدید، دیگه 3% نمیگیرم. معلوم شده قبلا 3% میگه. اون وقت این پولا به اسم پرستیوی و اینا میره، یه مقدارش لابد حقوق اوناست، ولی بقیه خرج کارهای دیگه میشه. یعنی در واقع هم پولشوییه، هم پول به جاهای دیگه میفرستن. من یه سوال کلی راجع به مدیا ازت دارم. هیچ وقت در ایران اینقدر روزنامه نبود و هیچ وقت روزنامه اینقدر بی‌اعتبار نبودن، یعنی اینقدر کم تیراژ و بی‌اعتبار نبودن. شما یادت به هر حال ما چند تا روزنامه‌ای که قبل از انقلاب داشتیم آبروی داشتن، بعدم نویسندگانش همه چهره بودن، سرشناس بودن، بعضن 30 سال بود کار روزنامه نگاری میکردن، ما جوان هم اومده بودیم میدون بهمون داده بود. ولی الان شما هر گوشه رو نگاه میکنی یه روزنامه و بی خاصیت و پر از مطالب تکراری. آیا اصولاً به اعتقاد شما وجود این روزنامه ها خودش یه دکانی برای پول گرفتن و پول به جیب زدن و کاغذ مجانی گرفتن و اینا نیست؟ و اصولاً چه تیپایی الان جذب روزنامه ها میشن؟ خب آقای دکتر، بدنه روزنامه نگاران، بدنه طبقه روزنامه نگاران اکثریتشون آدم های زحمتکش شریف و یا بیکار شدن یا اگر اونجا هم هستن با شرایط خیلی اسفباری به لحاظ مالی دارن کار میکنن. من متهم نمیخوام بکنم، ولی خب خیلی از این آقایونی که روزنامه های اصلاح طلب داشتن بعد از پیروزی آقای رئیسی رفتن خدمتشون. خیلی ها جلوتر از همین انتخابات از خیلی ستادها پول گرفتن، از کاندیداها که برای اونها تبلیغ بکنن. و حالا سهمیه کاغذ یه طرف بر حال یه تولید رانته و اینکه یک پولی، یک کمکی از یک کاندیدی، حالا چه نمایندگی مجلس چه شورای شهر، چه اونجا بتونن یه پروپاگاندایی براشون درست بکنن. من عرض کردم اکثریت کام قریب به اتفاق قشر روزنامه‌نگار واقعا یا از این عرصه دارن خارج میشن یا اگر اونجا هستن صرفا به دلیل یک بحران معیشتی و بیکار نشدن هست. و سوم اینکه عمده کار اساسیشون رو در فضای مدیا و سوشال مدیای دیگه، فضای مجازی انجام میدن. بر تقدیر من روزنامه‌نگاری که الان آبروی ملی ما ایرانیان باشه، آبروی رکن چهارم دموکراسی باشه در ایران نداریم و چنان دچار خودسانسوری هم شدن، جدا از اون مقررات خط قرمزی که جمهوری اسلامی گذاشته، خودشون هم زهره ترک هستن که مبادا دست به یک نوشتن مقاله یا انتقادی بکنن که اونجا رو هم تحلیل بکنن. بنابراین من فکر میکنم این عمده بجز روزنامه های مجلات تخصصی که در حوزه مثلا ساختمان، در حوزه صنعت، اینا حالا زیاد چیزی نیست، ادعای کار سیاسی ملی ندارن، روزنامه های تخصصی و لازم هم هست برای جامعه. ولی ما واقعی روزنامه ها که تحت عناوین روزنامه های استاتما با اصولگراها رو کار نداریم که ما اونا مشخصه که وابسته به کجا هستن. ولی این بر که میگن ما به طیف استاتلبی وابسته هستیم، باور زیاد نکنید. آیا اصولا چیزی به نام استاتلبی آقای آصفی باقی مونده؟ چون واقعا من استاتلبی نمیبینم. یا آدم هایی هستن که ذلیل و درمانده و دستمال به دست شدن و یه عده‌ای هم که رفتن بیرون یه کاسبی پیدا کردن و یه رانتی گرفتن و مثل یه آقایی از دوستان قدیم که روحانی هم هست، یه خانه عجیب غریب گرفته و به اسم یه بنیادی و مشغول زندگیه. و من واقعا کسی رو نمیدونم، چون اصلا اصلاح طلبی دیگه معنا نداره آقای آصفی. اصلاح طلبی یعنی چی؟ رئیس کلشون آقای خاتمی به کجا رسید؟ به کجا سقوط کرد؟ یا آقای روحانی که عداشو در میورد چه سرنوشتی داشت؟ شما الان ببینید 3 تا رئیس جمهوری دارید که مطرود و مذموم و خانه نشین و بی‌اعتبارن. آخه رژیمی که
24 سال از عمر مردم رو به این آقایون داده که اداره کنن، چگونه میخواد در برابر مردم علیه اینا حرف بزنه؟ اینا جزئی از پاره تن آقا و رژیم، برای که برای رژیم خدمت کرد. در جریان اصلاح طلبی نیروی رادیکالی، به هر حال چهره های رادیکالی مثل آقای تاج‌زاده هستن که به هر حال تا این لحظه جز زندان چیزی ما ازش ندیدیم، و جز این که حرفای بسیار رادیکال و نقدهای جدی به رهبری میکنه، سایر اصلاح طلبها جرأت نمیکنن دیگه همچین حرفایی رو بزنن مطلقا. اونها میخوان راست آزمایی کنن و برون و اعتماد زایی بکنن در با بیت رهبری، ولی آقای تاج‌زاده توی این پارادایم نیست، اما تک افتاده. وقتی هم میگیم برای پیش برد این برنامه چیه نقشه را، میگه فقط باید افکار عمومی رو اینقدر بگین تا افکار عمومی خب همه از این مباحث عبور کردن، چی رو میخوای شما با چه نقشه رایی میخوای این زنگوله رو گردن این قدرت بندازی؟ چهرهایی هم هستن مثل آقا ابوالفضل قدیانی که دیگه به سیم آخر زدن که خود ما جرأت نمی‌کنیم بحثایی که ایشون می‌کنه، ما اون حرفایی که ایشون می‌زنه، افشاگریایی که ایشون می‌کنه، ما یعنی مثل ایشون موزه بگیم. بنابراین بله، به صورت اجتماعی و مدنی به نظر میرسه که دیگه اصلاح طلبا به پایان عمر تاریخی خودشون در سپهر سیاسی ایران رسیدن. خب حالا اینجا میان میگیم همین ایرادی که به رژیم گذشته میگرفتن، رژیمی که تمام آلترناتیف های وفادار رو خونسا میکنه، خونه نشین میکنه، خاتمی که یه روز میتونسته نجاتش بده بی آبرو میشه، همین آقای تاج‌زاده که هنوز توی این بحثایی که توی پرس توی کلاب ها میکنه، بله، و صحبت هایی که میکنه هنوز بالاخره ته لهجه وفادارانه رو داره. وقتی رژیم همه اینا رو خونسا میکنه، ایراد به رژیم گذشته میگرفتن، آقا جبهه ملی رو خونه نشین کرد، مهندس بازرگان گفت ما آخرین گروه هستیم که از راه مبارزه سیاسی وارد شدیم، و این همین امروز بر این رژیم منطبقه. خب این رژیم فکر میکنه که فردا فقط با تفنگ و سرنیزه نمیشه با مردم برخورد کرد. خود فرمانده سارالله‌شون میگه انقلابی در زیر پوست جامعه داره جوش میخوره. چرا اینو فکر نمیکنن دوست عزیز؟ چرا به نصیحت هایی که اغلب هم صادقانه است به همین آقای تاج‌زاده گوش نمیدن؟ آید رو شما در تاریخ حداقل معاصر جهانی کدوم دیکتاتور از آینه تاریخ عبرت گرفته؟ کدوم دیکتاتور از تجربه تاریخی سایر دیکتاتورها عبرت گرفته؟ به نظر من تاریخ برای دیکتاتورها آینه تاریخ تنها چیزی است که هرگز عبرت نمیگیرند، بلکه میگن ما متفاوتیم. صدام حسین اگر مشکل داشت ما مشکل نداریم، اگر قذافی مشکل داشت ما نداریم، اگر شاه مشکل داشت ما نداریم، به دلایلی که خودشون میارن. بنابراین یک تمام وقتی مفرها بسته میشه، مفرهای کانالی از طیف‌های مختلف جامعه که باید گوش شنوا رهبری نظام و کلیت مجموعه ساختار پیدا بکنه، وقتی همه اینها به انصداد میرسه، فقط یک زن یک صدایی میشه و مردم همان است که تو تلویزیون میارن اونجا تو جای سخنرانی بکنن، براشون یک راهپیمایی نمایشی هم مثلا تو مناسبت ها داشته باشن که بعد بگن برای این چیز ماست، این مثلا پایگاه اجتماعی ماست، بنابراین خطری ما رو تهدید نمیکنه. ولی هیچ وقت خبردار نمیشن تا زمانی که بگن صدای انقلاب رو شنیدیم، ولی دیگه اون روز دیر شد. به نظر من سال روز انقلاب درس خیلی مهمی بود اگر اینا توجه میکردن. در بازار رضای مشهد اون شعارها رو بشنوید، بعد در خیابانه نشون میدید، من نشون دادم خیابانه خالی خالی. اینا باید به این مسئله فکر کنن. یه نکته دیگه که حتما باید از شما بپرسم چون به این مسائل توجه داری، این فرو ریختنها و شکستنها و نمیدونم 5 تا دکل برق میفته زمین و
بعد زمین فرو میریزه. واقعا پایتخت تهران داره چی میشه؟ چه پیش بینی میکنی با این ساختمونای بی رویه‌ای که ساخته شده، با بدون فکر کردن به اگو، به گاراژ، پارکینگ، چه پیش بینی درباره پایتخت میکنی؟ حالا به قول آقای دکتر عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران، که دیگه الان هم سنی ازشون گذشته، منتظر اون زلزله بزرگ گفتن من هستم، ولی من هیچ وقت این رو دامن نمیزنم، چون خدا اون روز نیاره که یک اتفاق اینچنینی در تهران بیفته. ولی خب شما حساب بکنید در یک منطقه مثل تهران که سر گسلهای متعدده و این فرونشست ها و فروچاله هایی که داره ایجاد میشه و این تراکم جمعیتی و این فروش تراکم و راندخاری گنج قارون شهرداری های تهران و شهردارهای تهران فرقی هم نمی کنه. فقط ما دو تا شهردار میشه گفت داشتیم که در بعد از انقلاب یه مقدار احساس میکرد آدم اینا مثلا میخوان یه کاری بکنن، رانتی نیستن. یکی این آقای ملک مدنیه که الان دیگه کلن بازنشستن، دیگه خانه‌نشین شده، خانه‌نشینش کردن. یکم آقای همین دکتر محمد علی نجفی بود که به یک شکلی دیگه اون رو باشون برخورد کردن. آقای محمد علی نجفی به لحاظ برنامه های ضد فساد و رانتی تقریبا میشه گفت که از دولت مردان پاک دست بود. نجفی رو چه بلایی سرش آورده؟ این آدمی که قابلیت داشت بیاد رئیس جمهور بشه عزیزم. به عنوان آخرین سوال ازت میپرسم، هیچ خبری شما از سرنوشت پرونده هواپیمای اوکراینی ندارین؟ به کجا رسید؟ این خانواده های بیچاره چه شد برنامش؟ آیا باید برن تو دادگاه بین‌المللی تقاضای غرامت بکنن و با این دردی که عزیزان شما بیرفته نگاه کنن آقای حاجی زاده هر روز درجه بالاتر بگیره؟ ببین، خب بحث خانواده قربانیان واقعا بحث دیه نیست آقای دکتر، بحث حقیقت یابیه. بحث اینه که به چه دلیل به یک هواپیمایی که کسی که پشت سیستم موشکی نشسته با چشم میبینه و این با یه دونه چشم هم میشه دید، یه هواپیمای مسافربریه، شما اون رو مثلا موشک فرض کردید، و اینکه چرا دروغ گفتید، چهار روز پنج روز در انتظار مردم و جهانیان دروغ گفتید، بلا اینکه به لحاظ گرفتن خسارت کاری نداره، از اینا خواهم گرفت، دولت ایران هم در خودم این داخل هم میدهد. عمده درد این خانواده های از دست رفته دروغگویی و عدم شفاف سازی جمهوری اسلامی که بگویید برای چی شما مخفی کاری. ممنونم دوست عزیز، ما وقتمون تموم شد و بسیار ازت ممنونم. مثل همیشه بنده خیلی استفاده کردم و مطمئنم بینندگانم هم همینطور. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، از خانه پدری تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.